صفحات فیسبوک ایران اشرف آزادی و پیام‌ها و مطالب هموطنانمون. دوست گرامی رویا نوشتن صادقانه بگم 32 سال از ترس رژیم آخوندهای خونخوار عشق مجاهدین را در سینم پنهان کردم، اما این ترس عمرم را بیهوده به باد داد. حالا هرچند دیر است، هستیم را فدای خاک پای اشرفیان میکنم که 32 سال است جان فدای ملت ایران میکنند. خوشا به حال اشرفی ها که ذره افسوس ندارید و با افتخار هم به گذشته و هم به حال و هم به آینده نگاه میکنید. از این به بعد اگر قابل بدانید ذره از خاک پایتان هستم. رویا از اهالی قصر شیرین ساکن ملبورن. من وظیفه خودم میدونم قبل از اینکه پیام بعدی رو بخونم از دوست گرامیمون رویا تشکر بکنم، بگم خوشا به حال مقاومت ایران که چنین وجدانهای آگاهی رو همراه خودش داره و فکر میکنم کاملا روشنه که جایی برای افسوس نیست، هرچه هست باید تبدیلش کرد به شور مبارزاتی برای ادامه راه، راهی که امروز به اوجهای جدیدی در این مسیر رسیده. دوستمون فرهاد هم که مطلب رویا رو خونده بودن در زیرش نوشتن حرف دل همه ما را زدی، درود بر تو. مجتبی فتحی مجموعه عکس‌ها رو از تظاهرات اشرف نشانان در 28 ژانویه در استکهلم گذاشته و نوشته که با گرمترین سلام‌ها و درودها اشرف سلامت می‌کنم، جان را فدایت می‌کنم. کوروش نیکنام تصویری از شهیدان قهرمان 19 فروردین رو گذاشته و جمله رو از بیبروت نقل کرده، کسی را که هرگز تسلیم نمی‌شود نمی‌توانید شکست دهید. بابک امانی از 279مین روز تحصن اشرف نشانهای ژنو گزارش ارسال کرده و از جمله نوشته متحصنان ژنو تا اشرفیان به حقوق خود دست نیابند از تحصن و تلاش خود در هر شرایطی دست نخواهند کشید. در این روز نماینده پارلمان ژنو آقای مارک پالکه رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان در جمع متحصنان حضور یافت و طی سخنانی خطاب به متحصنان گفت ما حامیان مقاومت در پارلمان ژنو هر روز به طور مستمر در حال بیشتر شدن هستیم. ما از اشرف و ایرانیان دفاع می‌کنیم که هر چه زودتر این رژیم پلید آخوندی که در 16 روز اول سال میلادی 34 نفر را که اغلب آنان جوان بودند اعدام کرده از بین برود. رژیم آخوندی همانند بقیه رژیم‌های دیکتاتوری که در کشورهای دیگر مانند لیبی و مصر که سرنگون شدند سرنگون خواهد شد و این رژیم ماندنی نخواهد بود. ما تا به آخر با شما هستیم. دوست گرامی شیوا نوشتن که هدف از انتقال ساکنان اشرف اسارت آنان است. رایا نوشته اشرف خواهد ماند و دشمنان اشرف و ایران زمین آرزوی نابودی ایران و اشرف را با خود به گور خواهند برد. علی عبدی خطاب به اشرفیان نوشته با درود به شما مقاومین دلاور ما پیروز هستیم. سید مهدی برای اشرفیان نوشته با سلام به شما عزیزان که سمبل آزادی مردم ایران هستید، ما از فداکاری های شما روحیه میگیریم. مطمئن باشید ما هم تا آخر ایستاده ایم، همانطور که برادر گفت کارزار آزادی شروع شده و ما هم تا پای جان میستیم. از دور دست اشرفیان را میبوسم. برای من تک تک آنها بوی پدر شهیدم را که در قتل عام 67 جاودانه شد میدهند به امید پیروزی. درود میفرستم به مهدی و احساس مسئولیتش. تصویر ملاحظه میکنین از یکی از تصویر از کنفرانس های حمایت از اشرف که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران درش حضور دارند. این تصویر رو سایت بنیادگرایی را متوقف کنید به همراه مقاله‌ای منتشر کرده و عنوان مقاله هست شجاع آن کسانی هستند که از مجاهدین حمایت می‌کنند.